نبرد خسرو ایران با قیصر روم و سقوط شهر بزرگ انطاکیه توسط ایرانیان از مهمترین بخش‌های تاریخ ایران محسوب میشه که در شاهنامه هم بازتاب جالبی داشته. در این قسمت به بررسی این وقایع از دیدگاه ایرانیان میپردازیم و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت 78م از شاهنامه به نثر و بررسی دوران ساسانی خوش اومدید. خب همونطور که ابتدای ویدیو گفتم، تو این قسمت میخوایم در مورد نبرد ایرانی‌ها با رومی‌ها و سقوط شهر انطاکیه بپردازیم، البته از دیدگاه ایرانیان و شاهنامه و این بازه زمانی که حالا میخوایم توی چند قسمت بهش بپردازیم، هولوش سال 540 تا 550 میلادی، یک بازه تقریبا 10 ساله هست که تو این قسمت از دیدگاه ایرانیان بهش میپردازیم و در قسمت بعدی از دیدگاه رومی ها. و چند روز من داشتم روی این مسئله فکر میکردم که چجوری این جنگ ها رو بیام برای شما روایت کنیم که براتون جا بیفته و در نهایت به این نتیجه رسیدم با توجه به اون داستان زاویه دید بیایم جدا جدا مطرح کنیم، یعنی اول داستان ایرانیان رو بگیم از دیدگاه ایرانیان این واقع اینجوری بوده، یعنی چنین نکاتی رو میگن که تو این قسمت قرار بهش بپردازیم. تو قسمت‌های بعدی میایم دیدگاه رومی‌ها رو میگیم، مخصوصا پروکوپیوس که خیلی با جزئیات این نبردها رو روایت کرده و از زاویه دید اونها که ببینید خیلی جالب میشه روایت در مقابل زاویه دید ایرانی‌ها. و گفتم اینا جدا باشه شاید نکات جالب‌تری رو بتونیم توش در بیاریم. پس جدا هستش و فعلا با روایت ایرانی شروع میکنیم، نکته‌هاشو میگیم و میریم سراغ بقیه مطالب. در مورد این داستان رسیدیم به اونجا که گفتیم خسرو اصلاحات سراسری رو انجام داد، اون گیلان و بلوچ و اون نواحی رو بهشون رسیدگی کرد، اصلاحات نظامی و ساختاری و مالیاتی و اینا رو همه رو انجام داد و برمیگرده به مدائن. وقتی برمیگرده مدائن، آقای منذر ابن نومان پادشاه کل عرب که یه اصطلاح جالبی هستش که جای تفکر داره، این میاد پیش آقای انوشیروان و بهش میگه که یه اتفاقاتی داره میفته، رومی‌ها دارن دخالت میکنن در امور مرزی ما. و به این شکل ابیاتش رو آورده آقای فردوسی، بدو گفت اگر شاه ایران تویی، نگهدار پشت دل ایران تویی، چرا رومیان شهریاری کنند، به دشت سواران سواری کنند. که این حرفا رو که میزنه به خسرو انوشیروان، خب خسرو خیلی طبیعتاً عصبانی میشه و یک پیکی رو میفرسته به سمت قیصر روم و شروع میکنه به توبیخ کردنش و این حرفا، و پیک میره پیش قیصر و قیصر هم جواب میده و قیصر جواب جالبی میده بهش که از نگاه ایرانی ها اینجور اومده، ندادی هیچ پاسخ ورا جز فریب، همی دور دید از بلندی نشیب. از دیدگاه ایرانیان و شاهنامه قیصر داره فریب میده و دروغ میگه و پاسخ، یعنی از زیر این پاسخ دادن داره شونه خالی میکنه و فریب میده، بعد میگه من کاری نداشتم، تقصیر من نبود و این حرفا. بعد از این پاسخ که میاد، یک لشکری رو انوشیروان میده به منذر، میگه برو حق خود دفاع کن و میگه جداگانه من دوباره پیکی رو میفرستم، شاید قیصر سر عقل بیاد. و دوباره پیکی رو میفرسته پیش قیصر و نکته جالبی که داره اینجا یه بیتی اومده و اینجوری میگه خسرو در اون ابیات، میگه سر نامه کرد آفرین از نخست، گران مایگی جز به یزدان نجست، خداوند گردنده خورشید و ماه، که از اوی از پیروزی و دستگاه، که بیرون شد از راه گردان سپهر، اگر جنگ جوید وگر داد و مهر، تو گر قیصری روم را مهتری، مکن بیش با تازیان داوری. نکته خیلی جالبی داره که اینجا پیوند میخوره بعداً تو قسمت‌های بعدی با گزارشات رومی، اینه که تو داری دخالت میکنی و داوری میکنی در امور تازیها. و داستان چیه؟ منذر و حارس که یکشون پادشاه لخمی ها و سمت ایران هست و یکی پادشاه قسطانی ها و سمت روم وابسته به رومی ها، سر یه قطعه مرزی در حوالی شهر تدمر امروزی یا به قول رومی ها پالمیر، اونجا اختلافاتی پیدا میکنن و جوستینین پادشاه روم دخالت میکنه در این مسئله و سعی میکنه یه کارایی بکنه، شیطنتایی بکنه. این بیت دقیقاً به گزارش واقعی تاریخی اینجا داره اشاره میکنه و دوباره خسرو ازش میخواد که دخالت نکن تو این امور، وگرنه که دو دنبال جنگی. در نهایت اینه که این مذاکرات و این پیکایی که این رد و بدل میشه بین خسرو و پادشاه روم به نتیجه نمیرسه، این به اون تیکه میندازه اون به این تیکه میندازه و در نهایت خسرو بزرگان رو جمع میکنه برای مذاکره و مشاوره. یه سه روز اینا با هم مشاوره میکنن و در نهایت تصمیم میگیرن که با رومی ها جنگ رو شروع کنن. در روز چهارم به نتیجه میرسن و حرکت میکنه به سمت آزرگشست برای انجام اعمال عبادی و از اونجا حرکت کنه به سمت روم. خب مسیر حرکت
آقای خسرو رو شاهنامه تقریبا ترسیم کرده و میشه بهش رسید. مسیری که داره میگه شاهنامه مشخص هستش که حالا تو گزارش‌های رومی هم در میاد دیگه. خسرو میاد سمت کناره فرات و از کناره رود فرات داره حرکت میکنه به سمت روم و شما اگر نگاه کنید کلا مسیر فرات هم میفته توی سوریه و از اونجا دور میزنه. خب میگه که چنین تابی آمد بران شارستان که شوراب بود نام آن کارستان. میاد و میرسه به شهری به نام سوراب یا شوراب که در نسخه‌های مختلف اومده شوراب و سوراب. این شهر رو محاصره میکنه با منجنی و افرادی که داره، در نهایت تسخیرش میکنه و افرادش رو میکشه و اسیر میکنه و غیره و این شهر رو دژ رو تسخیر میکنه. نکته ای که داره این دژ سوراب رو شما خیلی راحت میتونی پیداش کنی، همون شهر سورا هستش که رومی ها هم گزارشش کردن و به صورت سورا اومده و این بحث زبانشناسیش که در خدای نامک ها به صورت سوراب یه ب اضافه شده اینجا نکته جالبی داره که خیلی به کار میاد که یه ب اضافه شده که اصلا شاید تو اصل کلمه نباشه، یعنی یک حرفی هم اینجوری اضافه شده، شاید تو اصل کلمه نباشه، شاید هم اونا حذف کردن. در هر صورت در بحث تطبیقات زبانشناسی خیلی مهمه این اضافه شدن یک حرف یا حذف اون. از اونجا ادامه میده مسیرش رو و میرسه به یه شهری که تو شاهنامه گفته آرایش روم، اسم شهر رو گفته آرایش روم و اونجا گنج‌های زیادی بوده، اون شهر رو هم تسخیر میکنه و گنج‌ها رو به دست میاره. نکته ای که داره اینه که من ندیدم هیچ کدوم از اساتیدی که این داستان‌های ساسانی رو اومدن گزارش کردن به تطبیق این شهرها پرداخته باشن و گفته باشن که اینا با این شهرها یا مثلا گزارش‌های رومی تطبیق پیدا میکنه و مطابقت داره. حالا سوراب که مشخصه، یعنی خیلی نزدیکه، هرچند اینم زیاد نگفتن سوراب و سورا، اما آرایش روم رو دیگه هیچ کس تقریبا نگفته و حالا تو بحثه که برای رومی ها گزارشاش رو میگیم اونجا میگم که آرایش روم احتمالا با کدوم شهر تطبیق داره، اما تا اون جلسه شما هم اگر دنبال پژوهش هستید پیدا کنید و برامون کامنت کنید ببینیم که میتونید تشخیص بدید این آرایش روم برابر استش با کدوم ناحیه یا کدوم شهری که رومی ها گزارش کردن. با توجه به شهرهایی که الان گفتم و میگم تقریبا حدودی میتونید نزدیک بشید. سورا رو که گفتم، حالا جلوتر هم الان میریم و به شهرهای دیگه میرسیم. بعد از اینکه این شهر آرایش روم رو میگیره طبق شاهنامه، یکی از سردارهای معروف روم سر میرسه که اسمش رو در شاهنامه چی گزارش کرده؟ فرفوریوس. و میدونیم کیه دیگه این شخص، با توجه به گزارش رومی ها میدونیم که یه سردار خیلی مشهوره رومیه و تقریبا مقام سپهبدی داره برای رومی ها، تقریبا دست راست جوستینینه، آقای بلیساریوس. و دوباره میرسیم به این نکته که چقدر جالب این اسامی با هم تبدیل میشن و خیلی به کار میاد. شما ببینید بلیساریوس اون یوسش که در فرفوریوس هم هست، هیچ بل بلی یا بل اولش شده فر، یعنی ب به ف و ل هم به ر تبدیل شده. از اون وقت سار دومش دوباره تبدیل شده به فور، یعنی سار سه به ف دوباره تبدیل شده و الف هم به او و اینجوری بلیسار شده فرفور، یعنی دو تا حرف به ف تبدیل شده. و خیلی نکته داره در بحث‌های زبانشناسی که ببینید خیلی راحت اینها به هم تبدیل میشن و نیاز هم نیست یه قاعده خیلی مثلا روشمندی پیروی کنن، در اون چیزی که شنیدن رو ممکنه اولین نفر نقل کرده و همون در گزارش‌های بعدی هم اومده. در اینجا دوباره درگیر میشه با این آقای فرفوریوس، یه شکستی بهش میده و خسرو و مسیرش رو دوباره ادامه میده به سمت شهری به نام قالینیوس. اینجا دوباره ما میتونیم از همین تکنیک زبانشناسی استفاده کنیم و گزارش‌های رومی و خیلی راحت متوجه میشیم که قالینیوس به احتمال خیلی زیاد همون شهری هستش که رومی‌ها بهش میگن کالینیکوس. و جدا از این که تبدیل به ق شده قالی، یه دونه کاف دومش هم حذف شده، یعنی کالینیکوس قالینیوس شده و این شهر هم توسط خسرو دژش فتح میشه و تمام اون دژ رو تسخیر میکنه. نکته زبانشناسی هم گفتم و از اینجا ادامه میده میره به سمت انتاکیه. با این تقریبا مختصاتی گفتم آرایش روم رو میتونید حدودی خودتون پیدا کنید. از اینجا میره به سمت شهر انتاکیه و انتاکیه که دیگه اسمش هم انتاکیه اومده، هرچند اونا میگن آنتیوخوس دیگه، چون آنتیوخوس اون شهر رو بنا کرده، بعدن حالا به مرور زمان تبدیل میشه به انتاک و انتاکیه و اینا. در یک نبرد 4 روزه محاصره دژ انتاکیه شهر رو فتح میکنه و اینجا خیلی مهمه، انتاکیه بعد از پایتخت مهمترین شهر رومی هاست،
یعنی بعد از خود کنستانتینوپول یا قسطنطنیه، مهمترین شهر رومی ها انتاکیه است. جدا از این که مهمترین شهرشون در سمت شرق واقع شده و نه سمت غرب و اون خاستگاه‌های معروف خودشون، نکته جالبی که داره رومی ها تقریبا این شهر رو یه جورایی قلب روم میدونن. مثل بابل که قلب ایران شهر عنوان شده، رومی ها هم تقریبا انتاکیه رو به عنوان قلب روم در نظر گرفتن و سقوط این شهر خیلی خیلی بهشون فشار آورده و این فشاره رو کاملا در اون گزارش هایی که آقای پروکوپیوس و بقیه دارن میگن میتونید ببینید، چون تقریبا خود همین آقای پروکوپیوس هم متولد قیصریه هست، قیصریه نه قیصریه ترکیه، قیصریه فلسطین، و نزدیک هستش به همین نواحی و متعلق به همون حدود هستش. و سقوط این شهر واقعا به رومی ها فشار میاره و خیلی براشون سنگین تموم میشه و کاری که خسرو میکنه اینه که مردم این شهر رو جمع میکنه، با خودش میاره ایران، یک شهری میسازه به گزارش شاهنامه به عنوان زیب خسرو یا احتمالا زیبای خسرو یا همچیزی باید معنی بده، طبق برخی گزارشات اسلامی و گزارشات دیگه میشه وح اندیو خسرو، یعنی از شهر اندیو یا انتاکیه بهتر شهر خسرو هستش که همین اسم تقریبا شاپور هم داره که تقریبا تبدیل میشه به وح اندیو شاپور، میشه گندی شاپور، این هم میتونیم بگیم گندی خسرو دیگه، یا بخوایم اسلامیش کنیم تقریبا همچیز. و حالا یه ذره اقراق میکنم، میگن دقیقا عین همون شهر رو میاد در نزدیکی مدائن میسازه مطابق همون نقشه و اینها که احتمالا مبالغه باشه، در صورت همه اسرا رو میاره و جا میده و خیلی هم اتمام بهشون رسیدگی میکنه. بعد از این شهر هستش که خسرو دیگه خیلی پیروز میشه و پادشاه روم کم میاره، بهش باج میده، قبول میکنه، صلح میکنه و از اونجا خسرو از رومی ها جدا میشه و میاد به سمت شهری به نام ارزن حرکت میکنه و اینجا داستان نبرد قیصر و خسرو در شاهنامه تموم میشه و گزارش دیگه ادامه پیدا نمیکنه. این داستانی که حالا من گفتم کل داستان نبرد خسرو و قیصر هستش که یک مجموعه نبردهای 10 ساله رو شما میبینید در همین حد در شاهنامه گزارش کرده و جالبه بعد از اینکه ادامه میده خسرو به سمت ارزن حرکت میکنه دیگه گزارش رو ادامه نمیده و میریم در داستان بعدی و ادامه داستان که انوشکزاد فرزند خسرو هستش و شاهنامه بیشتر از این ادامه نمیده. حالا ممکنه که گزارش بیشتر از اینی در منابعی که دست فردوسی بوده وجود نداشته یا اینکه کلن ایرانی ها خیلی خلاصه به این داستان پرداختن و میبینیم که حالا وقتی وارد گزارشات رومی بشیم چقدر طولانی تر و با جزئیات بیشتری هستش. و در نهایت دوتا نکته، یکی اینکه اون آرایش روم رو پیدا کنید برامون کامنت کنید و اینکه شما توی این داستان با زاویه دید ایرانی ها نسبت به وقایع این 10 ساله آشنا شدید و دیدید که علت جنگ رو ایرانی ها چی میدونن، مسیر حرکت رو چی رو گزارش کردن، چه اتفاقاتی افتاد، کی پیروز شد، کجا شکست خوردن و اینها. و در قسمت های بعدی حالا گزارش رومی که بیاد شما میبینید که وقتی مسلط بشید به همه منابع چقدر بهتر به دیدگاه شما کمک میکنه. به هر حال امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کافی رو برده باشید و تا قسمت بعدی بدرود.